سخنرانی رهبران جهان در 79 نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل از 9 صبح فردا سه‌شنبه به وقت نیویورک به طور رسمی آغاز میشه، اما به طور سنتی نشست‌های جانبی در مورد مسائل روز جهان از یکی دو روز پیش از آغاز نشست مجمع عمومی شروع شده. همراه هستیم با همکارم فرهاد پولادی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. فرهاد، برنامه‌های وزیر امور خارجه آمریکا در اولین روز حضورش در نیویورک چه بوده؟ خب برنامه های فشرده داره مهتاب. تا حالا برنامه هایی که پشت سر گذاشته اینی که در جلسه به عنوان کشورهای حوزه اقیانوس اطلس شرکت کرده بودش که برای حفظ این ارگانیسمی هستش که یا پهنه آبی هستش که در اینجا کشورها باید حفظش کنن، نه تنها برای به گفته بلینکن برای کشورهای ساحلی این اقیانوس بلکه برای تمام جهان هم اهمیت داره. دیدار بعدی که داشتش که تمرکز آمریکا تا یه دو سال گذشته روی اون هستش، خب طبیعتاً مسئله جنگ در اوکراین هستش. گروهی تشکیل شده به نام گروه 7 پلاس، یعنی گروه 7 کشور صنعتی ثروتمند جهان به اضافه چندین کشور دیگه برای کمک به اوکراین، و این جلسه برای کمک به حفظ زیرساخت انرژی اوکراین بود و این صحبت‌های بلینکن. کشورهای جی 7 پلاس بیش از 4 میلیارد دلار فراهم کردند. ما در ماه گذشته پیشنهاد کمک‌های جدیدی از طرف آلمان، هلند و سایرین داشتیم. ایالات متحده هم از آغاز تجاوز روسیه حدود 2 میلیارد دلار ارسال کرده. اخیراً ما 324 میلیون دلار را به هدف حمایت اضطراری بخش انرژی اوکراین فرستاده‌ایم و ماه ژوئن معاون رئیس جمهوری هریس ارائه 500 میلیون دلار کمک دیگر را هم اعلام کرد. خب وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر این هشدار رو داد برای کشورهای که حامی اوکراین هستن که غافل نشن از اینی که زمستان در راه هست و ولادیمیر پوتین باز هم تصمیم داره که زیرساخت‌های تامین انرژی اوکراین رو به خرابه و نابودی تبدیل کنه و بنابراین نیاز هستش که کمک‌های برای حفظ جان مردم اوکراین به عمل بیاد. قرار بود همچنین آقای بلینکن با نخست وزیر عراق هم دیداری داشته باشه که برای مردم عراق و همچنین مردم ایران اهمیت زیادی داره، با توجه به اینکه صحبت‌های هستش درباره کاهش نیروی نظامی آمریکا در اون کشور، و قرار بودش همچنین که در لحظات دیگه قراره برای ائتلافی از کشورهایی که برای ایجاد مقررات برای استفاده از هوش مصنوعی صحبت‌هایی داشته باشن و اون رو به نوعی حفظ کنن، یعنی استفاده از هوش مصنوعی که موجب نقض حقوق بشر نشه. امروز عصری هم وزیر امور خارجه آمریکا در اجلاس آینده هم یا به قول معروف اجلاس آینده سخنرانی داره که با تفاوت چندین سخنران قرار مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی هم در اون سخنرانی بکنه. و فرهاد، برامون بگوی که جو بایدن امروز چه دیداری داشت و کی قراره در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کنه؟ خب جو بایدن هنوز به نیویورک نرسیده، امروز دیدار مهمی داشتش در کاخ سفید که اونم برای اولین بار تو تاریخ تأسیس امارات متحده عربی رئیس این کشور عربی حوزه خلیج فارس در کاخ سفید حضور داشتش. دو تا مطلب که جو بایدن به اون یادآوری شد اینی که باید تنش‌ها در بین لبنان و اسرائیل فروکش کنه، و باز هم تاکید کردش که کشورش به دنبال این هست که آتش‌بسی یا جنگ در غزه تموم بشه. همزمان هم پنتاگون اعلام کردش که نیروهای بیشتری رو به منطقه گسیل داده، با توجه به اینی که سطح همین تنش‌ها کاهش پیدا نکرده. سه‌شنبه رئیس جمهور آمریکا سخنرانیش رو در مجمع عمومی خواهد داشتش که طبیعتاً آخرین سخنرانی او خواهد بودش، با توجه به اینکه اعلام کردش که دیگر برای بازگشت به کاخ سفید تلاش نخواهد کرد. دو سا
سخنرانی دیگه هم داره، یکی در رابطه با تغییرات اقلیمی هستش و دیگری هم در رابطه با وضعیت مقابله با داروهای مخدر صنعتی. چهارشنبه هم برنامه رئیس جمهور آمریکا فعلا اعلام کردن که با یک مقام خارجی دیدار داره و اون هم رهبر از ویتنام هستش و دیگری میزبانی برای رؤسای هیئت‌هایی که شرکت کردن که بانو اول آمریکا هم در اون شرکت داره. مهتاب ممنونم ازت فرهاد، در روزهای آینده هم همراه خواهیم شد باهات تا برامون بگی که در مجمع عمومی سازمان ملل چی میگذره. فرهاد پولادی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک.